در حالی که موج حملات تروریستی علیه شیعیان در پاکستان و افغانستان ادامه دارد، دولت‌های این کشورها با سکوتی نگران کننده از کنار این جنایت‌های هولناک عبور می‌کنند. گزارش جدیدی از جنایت گروه تروریستی سنی‌های تندروی داعش خراسان پرده برمی‌دارد و نشان می‌دهد که چگونه این گروه با هدف قرار دادن شیعیان بدون هیچ واکنش جدی از سوی مقامات محلی به قتل عام شیعیان ادامه می‌دهند. به گزارشی که همکارم در این زمینه تهیه نموده توجه فرمایید. در گزارشی جدید از وبسایت بین‌المللی نیوز اینترفنشن، حملات وحشیانه علیه شیعیان در پاکستان و افغانستان با شدت بیشتری ادامه دارد، در حالی که دولت‌های این کشورها همچنان به سکوت خود در برابر این جنایت‌ها ادامه می‌دهند. به گزارش خبرگزاری اخبار شیعه، 5 تن از شیعیان در منطقه رستم مردان ایالت خیبر پختونخوای پاکستان طی هفته گذشته به قتل رسیدند. در این حمله تروریستی که گروه سنی‌های تندروی داعش خراسان مسئولیت آن را بر عهده گرفت، خانه این خانواده هدف حمله قرار گرفت. با وجود اعتراف گروه سنی‌های تندروی داعش و انتشار تصاویر شهدا و خانه ویران شده در مجله تبلیغاتی این گروه، مقام‌های محلی به شکل مشکوکی این حادثه را به صاعقه نسبت دادند و از تأیید جنایت سرباز زدند. تحلیلگران با انتقادی از رویکرد دولت‌های پاکستان و افغانستان، سکوت آنها را عاملی برای گسترش نفوذ گروه سنی‌های تندرو داعش و تشدید حملات علیه شیعیان می‌دانند. این جنایت‌ها تنها به پاکستان محدود نمی‌شود. چند روز پیش نیز گروه سنی‌های تندرو داعش در حمله مشابه تعدادی از زائران شیعه را در افغانستان به شهادت رساندند و تصاویر این جنایت را در فضای مجازی منتشر کردند. عدم تحرک جدی از سوی دولت‌ها برای جلوگیری از این جنایت‌ها زمین ساز تداوم سرکوب و کشتار شیعیان در منطقه شده است. شیعیان در پاکستان و افغانستان در سال‌های اخیر به طور سیستماتیک تحت آزار و اذیت قرار گرفته و مورد هدف تروریست‌ها هستند. همراه هستیم با آقای دکتر عبدالواحد افضلی، استاد دانشگاه تورین از ایتالیا. سلام، خوش اومدید به برنامه. آقای دکتر افضلی، با توجه به تداوم حملات تروریستی علیه شیعیان در پاکستان و افغانستان و سکوت نگران کننده دولت‌ها، به نظر شما چرا جامعه بین المللی و دولت‌های منطقه نتوانستند پاسخی قاطع به این جنایات بدهند و راهکار مناسب برای پایان دادن به این بحران چیست؟ شما و بینندگان گرامی، در مورد سکوت کشورهای منطقه، خب متاسفانه این نقض حقوق بشر با نوعی تعامل سیاسی مواجه است که برخورد سیاسی میکنند با یه مسئله حقوقی هم توی افغانستان و هم توی پاکستان. حالا توی افغانستان خب قابل توجیه است به دلیل اینکه این گروه تروریستی که الان حاکم هست، خب با سایر گروه‌های تروریستی یک هدف داره و هدف مشترک دارن و طبیعتاً سکوت میکنن و اون را توجیه میکنن. و همینطور توی پاکستان شما میدونید که هزاران مدرسه دینی وجود داره که همه این مدارس دینی در واقع ترویج کننده چنین افکار تندروانه هست و بنابراین با نفوذی که اینها توی سیستم حکومت‌های محلی و فدرال دارن، اجازه نمیدن که این صداها از نظر حقوقی شنیده بشه و پاسخی به اون داده بشه. و جامعه بین الملل هم متاسفانه منتظر دادخواهی حکومت‌های محلی یا گروه‌ها و سازمان‌های ملی و محلی هستن که اینها هم در سکوت هستن و نسبت به این فجایع واکنشی نشان نمیدن. بنابراین
نتیجه این شده که جامعه جهانی سکوت بکند و برای اینکه ما بتونیم جلوی اینها رو بگیریم باید به دادخواهی های جهانی بپیوندیم یا ایجاد بشه که این صدا را به گوش نهادهای حقوقی بین المللی برسونه تا پیگیر این ماجرا باشه که در این روزا یکی دو سالی هست که بحث نسل‌کشی مردم هزاره وقت مطرح هست، در واقع در همین راستا هست و این باید دامنش گسترده تر بشه و ورای مرزهای افغانستان مطرح بشه تا یک گامی باشه برای جلوگیری از این فجایعی که اتفاق افتاده و به صورت مستمر هم در حال گسترش هست. بله. و شما میبینید که به صورت مدام از زمانی که طالبان به قدرت رسیدن به صورت منظمتر و قابل توجیهتر در حال اتفاق هست و برای اون یک توجیه نامناسبی رو ارائه میکنن که به همین دلیل پیگیری هم نمیشه. بله، از شما سپاسگزارم. دکتر عبدالواحد افضلی، استاد دانشگاه تورین از ایتالیا.